خوش اومدی. تصمیمتو گرفتی؟ چاره دیگه ای ندارم، میخوام بیام بیرون. برای از اینجا بیرون اومدن نه، تصمیمت باید بر این اساس باشه که دیگه اینجا بر نگردی. برای اینکه اینجا نباشم و بیرون باشم باید برای شما کار کنم. این چیزی نیست که بتونم روش مانور بدم یا تغییرش بدم، همین انتخابو دارم. نه در این باید یه زندگی بهتر میدیم. چون نمیدونم چی میشه، نمیدونم حرفتون درسته یا نه، اما تلاش میکنم تا از عهده‌اش بر بیام. فقط یه شرط دارم. نه تاش شلغم نمیخوام. این کار شرط شروط نداره. حلش میکنی. مادرم این آزادی مشروط یا آزادی اینجوری به هیچ وجه باور نمیکنه. چرا؟ مادرم چطوری بگم؟ یکم متفاوته. برات پاپوش دوختن پسرم. زندان بودن به نفع بعضی هست. دیگه اینا مهم نیست. 5 سال اومدم بیرون به همش فکر میکنم. من یه دونه پسر دارم. کی این کارو کرده؟ برام تعریف کن، بقیهشو خودم حل میکنم. فقط کافیه اسمشو بگی. کی این کارو کرده؟ هیچ کس مامان. تو خودتو ناراحت نکن، من خوبم. میخوام به مادرم راستشو بگم. پسر مگه بچه بازیه؟ تو چرا با مامانتو قاطی میکنی؟ تو از زندون آزاد میشی، اونم خوشحال میشه، به زندگی روزمره ادامه میدی. تموم شد. شما اصلا مامان منو نمیشناسین به هیچ وجه. فرمانده، بابا بزرگ من جاهل بوده، بابام هم جاهل بوده. خب چطور بگم، ذهن مامانم یه کمی متفاوت کار میکنه. متفاوت کار کردن کار ما رو یواش میکنه یا پرسرعت؟ بعدن میفهمی. میخوام بدونم که فهمیدن این واقعیت به درد نقشمون میخوره. نمیدونم، اما اگه مامانم واقعیت رو بفهمه معامله بین ما رو میفهمه و قبول میکنه و این خیال منو راحت میکنه. کان، مامانت اشتباه برداشت نکنه، این مسئله اونقدر مهم نیستش. کاری که واسه ما میکنی نگیم کار، وظیفه رو نباید بدونه. والا من درک میکنم فرمانده، تو هم منو درک کن، شرطمو گفتم. یعنی اگه قبول نکنیم به مامانت بگی کار انجام نمیدی؟ آره، یعنی طبیعتاً همچین مشکلی پیش میاد. آره. شوخی میکنی؟ آیسا بار ببینم، تو به این نقش مادر فرزندی خوب فکر کردی؟ فکر کردی؟ والا چیزی واسه فکر کردن نیست، بالاخره موضوع مادرمه. منم میدونم دقیقاً اون چجوری فکر میکنه. من با مخفی کردن و دروغ گفتن به مادرم نمیتونم وارد این کار بشم. رئیس، ما اشتباه کردیم، باید از اول رضایت مامانش رو جلب میکردیم. میدونی خیلی خوشش میومد اگه ما رو تو این وضعیت میدید، میگفت گرگ و بره اینجا. تو برهی؟ به من یه جونورم، گرگ بزرگ، نه دوتا. اونم کافیه. بره شیرین، تو ناراحت نباش، اونم کافیه. این چیه؟ کان کارابولوت، مامانت نباید از اون دیویدی با خبر شه. توی اون قتل باباته ممکنه کینه بگیره یا به ترس تو رو از دست بده که هر دوتاش کارو خراب میکنه. تو پس چی بگم؟ میگی برای پلیس کار میکنی، لازم نیست ماهیت کارو این که کجا کار میکنی و بگی. تموم شد.
صبح بخیر. میخوابیدی جهانگیر؟ من بیدارت میکردم پسرم. میشه یه قهوه به هم بدی؟ دمنوش بهت بدم؟ خوابو از سرت میپرونه. والا یه و دو سه ساعت یه چای قش میکنی و میافتی. دور از جونت. اگه الان بری دکتر چند روزی میخوابوننت. ببین نورتن خانم، میگن که چای بابونه واسه بیخوابی حرف نداره. آها باشه، اونم امتحان میکنی. تو اینجا چی کار میکنی آدم؟ داداش والا این سوجوکای نورتن خانم متفاوته، ارگانیکه، گوجه با تخم مرغ و بخور بخور، نوش جونت آدم. جهانگیر برات آماده کنم؟ خب آدم، دختره چی شد؟ خوبه داداش، خودش رو جمعونجور کرد و رسوندمش. خب نگاه میکردی ببینی کی بود چی بود؟ تحقیق کردم، دختر آقا اسکندره. چی داری میگی تو؟ داداش مژده همون دختره، دختر اسکندراکایه دیگه. این مژده همون مژده دختر اسکندره؟ آدم من الان باید اینو بفهمم؟ منم تازه فهمیدم، فکر کردم تو خبر داری. وقتی از دختر پرسیدم اهل کجایی اخم کردی. چه میدونستم داداش؟ من از کجا باید بدونم؟ حق داری جونم، من وقتی تو بیمارستان کارت ملی خواستن تازه گرفتم چی شده، اما وقتی رفتم خونشون دیگه مطمئن شدم. این دختره قرصی چیزی مصرف میکنه مژده؟ نه قربونت برم، من کیفشو زیر و رو کردم، تو فاز شمع و گل و پروانه و شعر و عشق و این داستان هاست. عاشق کی شده تو؟ چی؟ بله نورتن خانم دقیقا. البته این کارا خیلی مشخص نیستا. آدم دختره رو تعقیب میکنی، وقتی با هاکان قرار گذاشت به من خبر میکنی. داشتم زیتون میابردم جهانگیر، با گوجه و پنیر. جهانگیر مگه میشنبه؟ این قطریا رو کجای دلم بذارم؟ خیر باشه اسکندر، تو آدمی نیستی که یه دفعه بیای اینجا سر بزنی. از اونجایی که خبر ندادی و اومدی، حتما کارت فوریه. این همه سال رئیس من بودی ایلهان، خون خونو میکشه. اومدم آدمی که بهم دستور میداد و ببینم، نمی اومدم. زنداداشو ببین، اصلا عوض نشده. جهانگیر کجاست؟ کو؟ نیست؟ پیر شدیم ایلهان. گرچه من خوبم اما تو ریشت رنگ میخواد. تو چی میخوای اسکندر؟ میخوام این استخر رو کلن ممنوع کنم. برای چی؟ چون شنا کردن بلد نیستم. یعنی حسادت میکنی؟ حسادت میکنم ایلهان. تو نداری و فقر چیزی که آدمو تکون میده دارای دیگرانه. به بقیه نگاه میکنی، میگی چرا من ندارم. خب میگی من ندارم، اما اینو فقط به خودت میگی. اما اگه قدرتشو داشته باشی سر بقیه داد میکشی. دلم برا تنگ شده بود. سال 1997 میگم یه خاطره بگم، هم مجازی هم حقیقی. خدا رحمت کنه داشت صبریو داشتی. اومد مغازه با آدماش، ترسیدم. مثل حرف زدن ما دوتا نبود، نه. میدونستم وارد قلبش اسلحه رو در میاره میزنه. به هم گفت از سر رام برو کنار، وگرنه بابا تو میارم جلوی چشات. میدونم آدم مؤدبی هستم. تو چی داری میگی پسر؟ میگم محوت میکنم ایلهان، دیگه چی بگم؟ از اون مزایده مثل بچه آدم میای بیرون. تو
تو این جرأت از کجا پیدا کردی؟ پشتم قرص ایلهان، پشتم دایا و بزرگامان، به اونا اعتماد میکنم و بهت حمله میکنم. خوبه؟ جرأت داری؟ تکه گاهت کیه؟ خوب به حرفم فکر کن. را بیافت برو از اینجا، منو تو خونه خودم قاتل نکن. ایلهان، اگه دستت بیفتم توی قاشق آب خفم میکنی، پس این حرفای منو تو خونه خودم قاتل نکنن نزن. منو میکشی و حلوامو میخوری، جلو قاضی و ملق بازی ادای جدید در نیار، بذار یادت بندازم تا یادت نره از کجا اومدی. تو چی فراموشت کرده؟ هیچ وقت از من خوشت نیومده زن داداش. چه ربطی داره؟ من یلکی خوش دیوونم زن داداش. عالی جناب رابط زمان. برای اینه پار کن. رئیس، تصمیم شما درسته، اما ما این پسره نیمه عقل سر و کله نزنیم، اونو وارد قضیه نکنیم، یکی از خودمونو نفوذی کنیم. منصرف بشین لطفاً. اگه بیچونه چرا اطاعت میکرد جور در نمیومد. خوب شد شرط گذاشت، فهمیدم قدرتشون زدن داره. یعنی این کار شدنیه؟ معلوم میشه، شرطی که گذاشته چیز پیش پا افتاده. یه من از قصد پافشاری کردم. رئیس، همیرا کارابلوت از افراد تحت کنترل ما نیست. تو رو خدا، سرنوشت تنها پسرش دست ماست، دیگه چی میخوای؟ نمیدونم. در زم میدونم در مورد پسرش رازی و نگه داشته. معلومه که کان نمیدونه عوض شده، اما مادرش باید بدونه ما میدونیم. بهش میگی؟ البته که میگم، یعنی به کان نه، اما به مامانش میگم حتما. بذاریم واسه خودش شرط و شروط بذاره. تنها سلایی که داره باش خودی نشون میده همینه. هارت و پورتشو باید قبول کنیم تا فکر کنه ما رو متقاعد کرده، تا بتونیم پیش ببریمش. از کانو بیارم بیرون. آره آره، بذار یکم بگرده، اما شلوغش نکنه. زود باش بهار، زود باش. جهانگیر، وقتی بابا تو دیدم پای فروای صده فکر کردم نونواز. اما نبود. خب تمام زحمت رو تو میکشی، بابات بالا میکشه. دوره عوض شده جهانگیر، تو هم این ذهنیت رو عوض کن. پس بیا با هم یه پل بشیم. میدونید که این کار انجام نمیدم آقا اسکندر. شما این طرف ها نمیومدین. خیر باشه، چیزی شده؟ تعداد که زیاد شه جنگ شروع میشه جهانگیر. پولم برای این تعداد کافی نه. سفارش گرفتم کار میکنم. بذار کارتمو بهت بدم. بگیر. به همه از این کارتا نمیدم. ما یکی به حساب میاد، چه جهانگیر چه اسکندر. بیا با هماتنو فتح کنیم. ببین شوخی کردم، تو هم فهمیدی؟ من به آدمی مثل تو نیاز دارم. برو. پسرمون داره با اسکندر خان خوشو بش میکنه ایلهان. خب بچه از کجا باید بدونه؟ بدون دعوت اومده خونمون، مهمون نیست، دوستمون نیست.
آدم حالش بد میشه. همینطوری هم اعصابم خورده. الان نباید این حرفو رو بزنی. بعضی وقتا این آرامش جهانگیر منو دیوونه میکنه. اگه زمین باز بشه شاید صداش در بیاد. بعدن یواش یواش آروم آروم راشو میکشه میره. هرچه میگذره بیخوابی حال این پسر رو بدتر میکنه. داداش فدای تو، اینقدر تریار رسیدن. من برم دنبال اینا یا برم سراغ دختر یارو؟ دختر اسکندر رو میگه. پیگیر دختر باش. دختره بیرون اومد خبر بده. اگه بیرون نیومد به حکام بگو زنگ بزنه همدیگه رو ببینن. اسمش چی بود؟ مجده داداش. قطعا این فیلم های قدیمی اسمو پیدا کردن. کچلا نبینین ریختیا. جونش در میره واسه فیلم. عشق فیلمه. این اسکندر داره یه کارایی میکنه. باید ازش جلوتر باشی. مژده باید زیر دستمون باشه. جون دلم. داداش فقط ببین گوشیت خاموش بود. واسه همین اومدم دنبالت. گوشیت خاموش بود. آره دیشب خاموشش کردم. یادم رفت روشن کنم. اسکندر برای چی اومده بود؟ اومده بود خط و نشون بکشه. بابا نون و نمکمونو خورده. بی آبرو. آدم باید یک کم خجالت بکشه. خب بگو منم بدونم چی میگه. چیز دیگه ای نمیگه. متلک میندازه. جنگ میخواد. میگه صد راه من نشید. هیچ چیز دیگه ای هم نمیخواد. آخه چیزی وسط نیست که. چرا باید این کارو بکنه؟ حتما یکی شیرش کرده. اسکندر تو پوستش نمی گنجه. دوتا بالا پایین می پره و می خوره زمین. همش از بابا تقلید کرده. اولای ساکت شو. پسرم من اصلا چیزی نمی دونم. اگه تو چیزی می دونی خب به من بگو دیگه. طرف اومد متلکشو انداخ، یه خط و نشونی کشید، گذاشت رفت. ولی برای یه چیزی جنبیده. تو اونو برام پیداش میکنی. تو بهم میگی. من چیزی نمیدونم. آخ الان دیگه کمان و تار و ستار والا پیدا نمیشه. فقط گیتار الکتریک و جاز مونده. این ملت چی کار میکنن؟ مگه میشه با اینا فیدان رقصید؟ عدسیه؟ ترخونه. پس کی آخری؟ میدونی تو مدرسه میشه ازت استفاده کرد به عنوان یکی که مشکل تعلیم و تربیت داره؟ والا جناب سروان خوب حرف میزنی. به نظرم میتونی سیاسی هم بشی. تو چرا اینجایی ها؟ اصلا بهش فکر کردی؟ چون موافقم صندوقچی بهت اعتماد کرده. ولی من نه بهت باور دارم نه اعتماد دارم.
فیدایی هم بلدی؟ تو اهل آنکارا هم نیستی، چرا چرت و پرت میگی ها؟ راست میگی ها. پس تو روح هم این رقص هستش. اما بی تربیتی تو روح من نیست. اونو فهمیدم، معلومه. بریم. استانبول منتظرم باش، دارم میام. برو کان. جناب سروان بفرمایید. کان برو. پیداش کردین؟ نه داداش، قطری ها گم شدن. یعنی چی گم شدن؟ طرف اومده استانبول. اومده داداش. خب داداش از هواپیما پیاده شده، تو خروجی هم منتظر شدیم، اما نیست. شما هم با این کاراتون، شما کجایین؟ بیام اونجا. داداش پلیس نمیذاره، هی میگردیم، بچه هم دارن میگردن تو رو. داداش جهانگیر، یا این قطری ها فرار میکنن یا دزدیدنشون. ببخشید توجیهی نداری. آی اسکندر، این کارتو بر کسی نمیده. آدم مژده خانم چی کار میکنه؟ خونه ها کنیم سلطان، این جادوگرم اینجاست. خوبه، نظر دختره بره، دارم میام، منتظر باشی، حواستون باشه. جون دلم داشت. چشم. سوارشین بریم. آقا اسکندر. آقا جهانگیر، من خوبم، نگران نباشید، حالم خوبه. الو الو آقا اسکندر، بیا پیشم غذا بخوری. مسافرت استانبولت اینجا تمومه بچه. چون اینجا خونه من نیست، پس هنوز به استانبول نرسیدیم. با ما اینجا کار میکنی، اینجا به همون گزارش میدی. به این دیواره سفیدش نگاه نکن، قبلا بهش میگفتن خونه سبز. حالا سبز باشه بهتره، سفید لک میشه. من که خونه بزرگ دوست ندارم. مادرت داخله. واقعا؟ تو مادرتو وارد ماجرا کردی. حالا که قرار حرف بزنیم خواستم اینجا باشه. کجاست؟ همیرو خانم میدونه؟ دیگه میدونه، معامله هم بلده. چه معاملی؟ چی شده که بعد از این همه مدت پسرمو وارد کار کردین؟ اتفاقی افتاده که پسرم الان به دردتون میخوره؟ شما در مورد این با من حرف بزنین. چی شده آقا جمال؟ اول فکر کردم فقط چموشه، ولی عقلش هم کار میکنه. رئیس این فایده ایم برامون داره. همیرا کارابولود یادم معمولی نیست، اینو در نظر داشته باش. در مورد فایدهش هم برامون
تا زمانی که توی صف باشیم اصلا صدمه ای نمیبینیم. بیا. مسافرتت چطور بود؟ خوب بود. حتی فیدایم رقصیدم. کار خوبی کردی. انگار منم رقصیدم. چه فیدایی میگه؟ تو راه رفتیم غذاخوری، اونجا یه رقص خیلی مسخره ای کرد. انگار اونو میگه. تو راه زنگ میزدی؟ چرا زنگ نزدی؟ حرف میزدی؟ اجازه نداشتم مامان. دارن رمزی حرف میزنن. قسم میخورم دارن رمزی حرف میزنن. بچه ها واسه همون چایی بیارین. پس پسرت فیدا این رقصیده ها؟ خب نمیتونست برقصه اما نه رقصیده عروسی هم نداریم که پسره برقصه. اینا قسمته. کدوم کارا؟ ازدواج و بزن بکو. این دختر خانم کیه؟ آقا جمال بهار، پسرتون رو همراهی کردن، از آنکارا با هم اومدن. که اینطور؟ خیلی ممنون. یکم حرف بزنیم؟ حرف بزنیم، بفرما. اونی که دنبالش میگردین، ایلهان تپلی، دوست نزدیک شوهر مرحومم بود. خب هرچند خیلی وقت ندیدمش اما خواهش کنم به کان کار میده. نه ما اینجوری نمیخوایم. میخوایم یه کار ساده پیش تپلی پیدا بکنه تا بعد با تلاش خودش ارتقا بگیره. ایلهان تپلی حتما میفهمه که کان کیه. بالاخره یکیه که مخفیانه پیشش نفوذ کرده. جریان رو بشه بد میشه ها گفته باشم، مگه نه؟ نه همیرا خانم، ما یه کارت شناسه یه جدید بهش میدیم. باباشو کشته، مگه نه؟ همچین ادعایی هست ولی خب مطمئن نیستی. چیز پنهانی نباید بینمون وجود داشته باشه جمال صندوقچی. دیویدیو از کجا میدونین؟ پسرم خوب فیدایی میرخصه. تو کی این کارو کردی؟ باشه حلالت باشه، کی منو پیچوندی ها؟ زیر نظرت داشتم، کی این کارو کردی؟ باشه قول میدم با هم فیدای برقصیم بهت میگم. برو بابا، نیازی به فیلم بازی کردن نیست. با ایلهان تپلی حرف میزنم به کان کار میده، ولی به نظرم مشکل یه چیز دیگه است. خب مشکل چیه؟ یعنی اگه دنباله بالا دستیای ایلهان هستین، فکر میکنم بعضیا بی خیال ایلهان تپلی شدن.
یعنی بلیتش داره میسوزه. خب من اینجوری شنیدم. شما اینو از کجا میدونین؟ شوهرمو از دست دادم، پسرمو نمیتونم. بالاخره جونمونو میذاریم وسط. باشه، این خبر جدیدیه. کی میخواد بره جای تپلی؟ یعنی کی میخواد بکشتش؟ اسکندر آکای؟ بذاریم بیاد. بیا جهانگیر، بیا. قطریو میشناسی؟ مرحبا. بیا اینجا بشین. خب اینجا آب زیاده، چاه داریم. چاهمون مثل چاه نفت نیست، چاه آبه. واسه همینه به برادر قطریمون بگو من براش از هیچی مثل گوشت بره کباب درست میکنم. آجیل کریم جد، آتیش از پایین چربی گوشت آب میکنه میریزه پایین، بعدش هم پلو با چاشنی تند، عطر زیاد، اونم میذارم کنارش. رجل کریم، رجل کریم. بعد اون میگه حرومت باشه، الکی زندگی کردم، قطعه قطعه پخش میشه تو دهنم. وای مامان وای، انت رجل کریم. مثل کتابا حرف میزنم والا. مترجم، برادر قطریمونو ببر آشپز کنه. باشه. دسر کدو حلوایی آشپزا رو تعریف کن واسش، با چشماش ببینه نعمت چیه. باشه. تمام، ممکن ممکن. چطور کدو حلوایی مثل آدامس میشه رو بفهم. تمام تمام. قسم میخورم سفیر گردشگریم. برین زود بشین. آقا اسکندر، این کارتون درست نبود. کدوم کارو میگی؟ سیم کارتی که بهت دادم؟ با این قطری غذا خوردنم؟ یا ترسوندن ایلهان تپلیه تو؟ من 9 تا 4 دارم فرزند، هر کدومو دست بزنی صداش فرق میکنه. پس شما لطفاً الان بگین از من چی میخواین، صحبت میکنیم. من تو رو کنارم میخوام. بابات خیلی خوب آدم میفروشه، هر کیو که اوستا میبینه نابودش میکنه. قطریو دیدی؟ تجارت رو دید و نشست. اسمشم نمیدونه، با چشمات دیدی دیگه، به زور نشسته بود. قطری رو ول کن، از بابام چی میخوای؟ بابات کارو ول کنه، طرفم تو باش. میخوام تو هم آدم من باشی. وگر نه نمیشه دست زور رو خم کرد. تو مزرعه میتازونم، باغ و بستان تپلی رو صاف میکنم، گرد و خاک میذارم. افتاد یا هنوز کجه؟ دخترت مژده دست منه.
میبرمت کوه، میندازم جلو حیوونا، میدمت خرسا روده هاتو بکشن بیرون، فهمیدی؟ قطری اذیتت کرده آقا اسکندر. زرنزن مردی که دخترم کجاست؟ بگو. چی میخوای؟ نظر در مورد کاسه چیه؟ بزرگ من توی مامان، نظر تو چیه؟ به دو تا چیز فکر کردم. اولی این گفته ها درسته؟ درسته؟ درستم باشه مهم نیست، پلیس باید اثبات کنه. ممکنه دروغی باشه؟ ممکنه. برگشتیم خونه اول ما. نه بر نگشتیم به اول، نه دستمون اطلاعات داریم. گفتی دو چیز، دومی چیه؟ میخوان انتقام بگیرن پسرم. کی اینو میخواد؟ یه چیزی میگم ولی عصبانی نشو. چی شده پسرم؟ گفتم که بزرگ من تویی. من بابا ندیدم، کم بوده نداشتنش. اینجوری نگو. نه اینجوری نگو لطفاً، قربونت برم. درستش اینه. برای همین این کاست برای من معنی نداره. اگه انتقام بگیرم به خاطر عذابایی که تو کشیدی میگیرم. به تو هم عذاب دادن عزیزم، سر تو هم خیلی بلا آوردن. ببین بی پدر گذاشتنت. من باش کنار اومدم. نیومدی، نتونستی. اگه بابات بود زندان نمیرفتی، زندگی دیگه ای داشتی. با زندگیمون بازی کردن. ببین یه چیزی بهت میگم، اگه یه روزی یکی از دوتامون اینو فراموش کردیم، به هم یادآوری کنیم، نذاریم فراموشمون بشه. با زندگیمون بازی کردن.